برای اومده باشیم اینجا. در ضمن من یه جلسه یه خیلی مهم دارم. زود باش، حرفاتو بگو. اما مواظب باش، نمیخوام از گفتن این که دیشب منتظرت بودم اما نیومدی شروع کنی. جدی؟ جوری حرف میزنی که انگار همه چیز تقصیر من بوده. تو چی داری میگی؟ من برات پیام فرستادم. برای من هیچ پیامی نیومده. هیچ پیامی نیومده؟ خب معلومه. پیام دیدو پا کرده. ببینی گیت، اجلال همه چیزو میدونه، میفهمی؟ قبل از اینکه تو بیای اونجا اون داشت واضح بهم میگفت که من همه چیزو در موردت میدونم، اما وقتی تو اومدی حرفو کلا عوض کرد و موضوع کریم سانجکلی رو کشید وسط. اون همه چیزو میدونه. چرا کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده؟ چرا هیچی به ما نمیگه؟ من نمیفهمم چرا سکوت کرده و هیچی نمیگه. من دیگه کاملا مطمئنم اجلال همه چیزو میدونه، داره با ما بازی میکنه. من نتونستم تو رو بشناسم. چی؟ چرا نمیخوای بفهمی؟ چرا همه چیزو به اجلال ربط میدی؟ با شنیدن یه مکالمه یه تلفنی بهش تهمت زدی و گفتی اون کشتیو منفجر کرده. به خاطر اون احمق نزدی بود بمیرم. بعد تو سرخط روزنامه ها شدی. الانم به خاطر اینکه دلتو خالی کنی چسبیدی به اجلال، درسته؟ در مورد موضوعی کشتی اشتباه از من بود. آره، اما این بار کاملا مطمئنم. خدا رو شکر کاری اون نبود و مادر پسرت همچین کار وحشتناکی رو انجام نداده. آره من بهش تهمت زدم، اما این بار من میدونم که چی دارم میگم. اجلال بس کن دیگه. تلاش نکن اشتباهاتتو با مقصر بودن اجلال پنهون کنی. اصلا باورم نمیشه. منم اصلا باورم نمیشه. اون زن مادر پسرتی، میدونم. اینو کاملا حفظم. اما ببین، دوباره بهت میگم، مادر پسر داره با ما بازی میکنه و تو. ببین، کسی که با مادر بازی میکنه اون تو هستی. از تهمت زدن به اجلال دست بردار. میدونی بزرگترین اشتباه من چیه؟ من فکر میکردم تو به حرفای من گوش میکنی و ترس و احساس من رو درک میکنی، اما همش رو فراموش میکنم. همه این اتفاقات و کارهای تو رو مثل یه احمق به تمام معنی، مثل یه بیشعور نفر فراموش میکنم. میدونی اینا همش به خاطر چیه؟ اون روزی که دیدم تو اینجوری نبودی. اون نور یه جور دیگه بود. اون زمین تا آسمون با تو فرق داشت. همه این دردهایی که من میکشم، همه این بلاهایی که سر من میاد به خاطر لجبازیهای توه. حال و روزمو ببین. پرستار پسرم دختری بود که من دیوانه‌وار عاشقش بودم. اون به اون زن مریض دلش میسوخت، بهش حسودی نمیکرد. اما حالا اون مدل مغرور و خودشیفته فقط به خاطر چند تا عکس که تو اون آژانس لعنتی انداخته، اون زن مریض رو نمیتونه تحمل کنه. خجالت بکش. پشیمون میشی ایگیت از اینکه به حرفام باور نکردی و بهم اعتماد نکردی، از اینکه این حرفای زشت رو بهم گفتی. پشیمون میشی، اونم خیلی.